متاسفانه رضا داوود نژاد از میان ما رفت. اول از همه رسانه‌ها تیتر زدن. رسانه‌های مختلف پشت همدیگه در اینستاگرام و انواع فضاهای مجازی این خبر رو منتشر کردن. چه رسانه‌های داخلی و چه رسانه‌های خارجی. رضا داوود نژاد متولد 1359 بود و تنها بعد از گذشت 13 روز از 1403 متاسفانه در روز 13 به در 1403 شبش فوت می‌کنه. این استوری‌ها و پست‌هایی هم که دارین می‌بینید از رسانه هاست و حتی چند روز پیش هم خبری منتشر شد که حالش بده و در بیمارستان حال وخیمی داره. اینم استوری چند تن از بازیگران کشور، عباس جمشیدفر یا بقیه بازیگری که دارید اینجا میبینید آیدیشونو و چیزایی که نوشتن. و الان بهتون میگم که علت این که متاسفانه فوت کرد چی بود و علی کریمی براش استوری گذاشته. دارید میبینید بقیه بازیگرا که اینجا مشاهده میکنید و همگی از این اتفاق شوکه شدن و ناراحتن، چون این ماجرا ناگهانی بود. جدایی از این استوری که دارید مشاهده میکنید، بریم ببینیم که چجوری ابی رفته. متاسفانه ولی ایشون این پیج اینستاگرامش متاسفانه خدا بیامرز و دارید اینجا مشاهده میکنید، حتی وارد کامنتاش هم که بشید همه دارن براش آرزوی سلامتی میکنن و متاسفانه این اتفاق دیگه رخ داد. رسانه ها به این شکل نوشته که رضا داوود نژاد بازیگر جوان سینما و تلویزیون به علت عوارض ناشی از عفونت خون پس از پیوند کبد و بعد از یک دور بستری در بیمارستان درگذشت. لحظه ای هم که اتفاق رو خوده بهتون نشون میدم، فقط مرامی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن رو بزنید. یه دکمه است مرامی زنگوله رو بزنید، لایک هم بندازید زیر این ویدیو. و نوشته به گزارش خبرگزاری ها رضا داوود نژاد بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 44 سالگی امشب 13 فروردین ما متاسفانه درگذشت. علی رضا داوود نژاد کارگردان سینما و تلویزیون و پدر رضا داوود نژاد بیش از این بستری شدن این بازیگر سینمای ایران در شیراز رو یه جورایی خبرش رو داده بود و گفته بود دلیل بستری شدن اون در بیمارستان عفونت خون بوده و باید در بیمارستان بستری و تحت درمان باشه. از این طرف در ادامه در خبرگزاری ها نوشته رسول صدر عاملی کارگردان و تهیه کننده سینما در صفحه مجازی خود این خبر رو از قول غزل بدیعی همسر رضا داوود نژاد اطلاع رسانی کرده. رضا داوود نژاد فرزند علی رضا داوود نژاد کارگردان، بازیگر و یه جور بازیگر فیلم‌های مختلفی از جمله مصائب شیرین، کلاس هنرپیشگی و سریال‌های چون پشت کنکوری هست. همچنین در رسانه‌ها نوشته رضا داوود نژاد فعالیتش رو در سینما از دوران کودکی و با فیلم بی‌پناه شروع کرد و طی سال‌های فعالیتش در فیلم‌های مطرحی چون مصائب شیرین، مرهم، خیابون‌های آروم، هوو، لامینور که ساخته داریوش مهرجویی هم از که داریوش مهرجویی هم چند وقت پیش از بین رفت، یا فیلم بیرویا و غیره بازی کرد. اون در سریال‌های خاطر انگیز چون پشت کنکوری‌ها، باغچه مینو، زندگی به شرط خنده و متهم گریخت هم جلوی دوربین رفته بود. از این طرف برسو صالحی نوشت هشتگ رضا داوود نژاد اصل 12 فروردین رفت و حالا رضا 13 فروردین. نمیدونم چقدر صبر باید آرزو کنم برای خانواده داوود نژاد و بدی. در ادامه نوشته غزل جانم تسلیت، به جرئت میگم بین آقایون بازیگر دو تن رو دیدم که سر کار اسم همسراشون از دهنشون نمیافتاد، یکیش رضا بود و دیگری علی سلیمانی که اون هم پرپر شد. خدا بهت صبر بده. تسلیت میگم به خانواده داوود نژاد و بدی و به زهرا داوود نژاد عزیز و غیره که عکسایی هم از اثر بدی خدا بیامرز گذاشته و هم از رضا داوود نژاد خدا بیامرز که متاسفانه همین طور تکی رفت. حتی رسانه های مختلف هم در رابطه با رضا داوود نژاد پست های مختلفی گذاشتن که دارید اینجا مشاهده میکنید. اگه یادتون باشه و خبرها رو هر روز چک کنید، چند روز قبل از فوت رضا داوود نژاد خبری در اینترنت مبنی بر حال بد رضا داوود نژاد در اینترنت منتشر شد. مثلا بعضی از رسانه ها نوشتن حال بد و چهره رنگ پریده رضا داوود نژاد روی تخت بیمارستان، آخرین خبر در مورد وضعیت رضا داوود نژاد بازیگر محبوب ایرانی که روز گذشته در بیمارستان بستری شد رو در ادامه بخونید. در ادامه نوشته بود چند روز پیش رضا داوود نژاد بازیگر اهل ایران و فرزند علیرضا داوود نژاد کارگردان سینما است. رضا داوود نژاد داور هفتمین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان 1381 بود و رضا داوود نژاد بیش از 3 ماه است که درگیر عفونت خونی شده و فعلا در بیمارستان بوعلی سینای شیراز بستریه. یعنی 3 ماه این عفونت در خونش بوده متاسفانه. از این طرف نوشته علیرضا داوود نژاد کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت پسرش گفته رضا مدتی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری بود.
اما در دو هفته گذشته به شیراز منتقل شد تا تحت مراقبت پزشکان خودش باشه که پیش از این در شیراز عمل پیوند کبد اون رو انجام داده بودند. اند روز پیش این حرف و این چیزهایی که دارم میگم و حتی نوشته بوده اون ادامه داد در بیمارستان تحت نظر پزشکانه و این پزشکان با جدیت مشغول مداوا و مراقبت هستن، اما زمان ترخیص تا بهمودی کامل مشخص میشه و فعلا باید در عید نوروز هم در بیمارستان تحت مراقبت بشه. پیش از این نیز داوود نژاد به خاطر این بیماری مدت‌های طولانی در بیمارستان بستری شده بود و الان هم متاسفانه از بین ما رفت و پرکشید. این اتفاقا در برج 9 افتاده. حتی بعضی از سایت‌ها نوشتن علیرضا داوود نژاد از انتقال پسرش رضا داوود نژاد به بیمارستان نمازی خبر داد و گفت رضا حال خوشایندی نداره و امروز از بیمارستان کوثر به نمازی شیراز منتقل شده و یفزود برای عمل جراحی پزشکان در حال بررسی پرونده پزشکی رضا هستند و این امکان وجود دارد که عمل سوم روی اون انجام بشه. وضعیت ظاهری رضا داوود نژاد چند ماه پیش شافه کنه اوایل اینکه این اتفاقای بد براش رخ داده بود رو می‌بینید که چقدر ضعیف و لاغر شده بود. و اینم این چند وقت اخیر این عکس مربوط به رسانه‌هاست که منتشر و حتی عکسی از بیمارستان این فرد هم در فضای مجازی منتشر شده که با هم اون رو هم میبینیم، ولی اینجا باز یک مقدار سرحال‌تر بوده ولی کم شکسته شده بوده. این هم همون عکس از بیمارستان زمانی که خود رضا داوود نژاد در اونجا بستری شد همین چند روز پیش و عکس های آخر این فرد بوده متاسفانه که از اون گرفتن و ببینید که چقدر شکسته شده بوده در اواخر این اتفاقی که براش رخ داده بود و امیدوارم که خودش بیامرزه و در آرامش باشه روش. شما هم توی کامنت ها برای رضای داوود نژاد عزیز یه چیزی بنویسید و بریم ادامه مطلب ببینیم و اون لحظه که این اتفاق افتاده و ماجراهای دیگه. فقط مرامی قبل از این که بخوایم حالا بقیه ماجرا رو بهتون بگیم، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، مرامی هم مشترک شدن یه دکمه است. مرامی ممنونم که این کارو انجامید، خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. برو بریم سراغ ادامه مطالب. خبرگزاری فارس هم در رابطه با رضا داوود نژاد همچین پستی گذاشت، همچنین محتواهای مختلفی رو پیج‌های مختلف گذاشتن. بهرام رادان هم نوشت رضا جانم برای آرامش ابدی آرزومندیم و زود بود و حیف برادر. واکنش بهرام رادانی که مشاهده کردید و از این طرف هم حتی افراد دیگه مثل محسن کیایی در رابطه با رضا داوود نژاد همچین استوری گذاشت و حتی از این طرف هم علی شادمان که از بازیگرای خوب کشورمون نوشت آخ رضا جان و همه ناراحتن و حتی نیما شبانه شدن برای خود این فرن رضا داوود نژاد عزیز خدا بیامرز همچین پستی گذاشت و همه از این اتفاق حسابی ناراحتن. حتی مردم که پیام‌های تسلیت مختلفی رو براش گذاشتن واقعا خیلی ناراحت شدن. حتی به شخص خود من و شما تو کامنت ها حستون از این اتفاق بنویسید که حسابی ناراحتی. اینم عکسیه که رسانه ها منتشر کردن، دارید میبینید از زمانی که این اتفاق برای من خود رخ داده و دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله مرامی یادتون نره. تا ویدیوی بعدی دوستتون دارم، خدا بیامرز این فردو و خدا نگهدار.